سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران زمین که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید و همچنین بینندگانی که در دیگر نقاط جهان برنامه تفسیر خبر رو تماشا میکنند. جمشید شالنگی هستم از واشنگتن، در ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود و همراه میهمانان جمعه شبهای برنامه تفسیر خبر در لندن، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگارا. مهمترین خبرهای ایران و آنچه را که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی مربوط به ایران و مردم ایران می شود. کارنامه صد روزه دولت حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، پیامدهای توافقنامه ژنو، آیا این آنگونه که حکومت ایران وانمود می‌کند یک پیروزی بوده است برای حکومت تهران یا یک عقب نشینی؟ آنچه را که امام دولتی جمعه آقای امامی کاشانی امروز در نماز جمعه علیه اسرائیل و مردم این کشور گفته است، اینها از جمله موضوعاتی است که در برنامه امروز مورد بررسی قرار می‌گیرد با نگاهی به اوضاع جاری در سوریه و دیگر کشورهای منطقه در ارتباط با ایران و مردم ایران. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. شما به آقای دکتر نوری‌زاده در لندن خوش آمدید. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان و شنوندگان تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. آقای نوری‌زاده، درباره توافقنامه ژنو بسیار گفته شده، آخرین صحبتایی که شده در این زمینه دیدار آقای جواد ظریف است با آقای مکارم شیرازی که گزارش این مذاکرات داد. حکومت ایران مدعی است که با غنی‌سازی اورانیوم به طور کلی موافقت شده، اما اون چه که واقعیت داره اینه که تا یه حد معینی. تفسیر شما را در این مورد می‌شنویم. جناب شالنگی، برای حکومت تهران توافق ژنو یا اونطور که واقعیت‌ها اشاره می‌کنن خیر، خلاف اینه. جناب شالنگی، اول اجازه بدین خدمتون بگم شما با نهایت لطف و بذل و بخشش لقب دکتر محمود احمدی نژاد رو هماره ذکر میکردید. در مورد آقای روحانی، البته ایشون با کمک پروفسور سید حسن امین یه دکترای گرفته، حالا زبان انگلیسیش خوب نشده، بالاخره اونو گرفته. عنایت ببرید این سخاوتمندی رو در مورد ایشون هم به خرج بدید. ایشون حجت الاسلام برات سر آقای مقدمشون هست. بله، و شما میدونید اینا دکتر حجت الاسلام، بله، مطابق همه کلکایی که زدن بعد از انقلاب برای اینکه به خودشون لقب بدن، یه دفعه ما دیدیم 360 آخوند شدن دکتر. آدم اولش فکر میاد اینا دانشکده الهیاتی رفتن، چه معلوم شد نخیر، شورای ارزشیابی اومده درجه اجتهاد و مادر دکترا قرار داده. خب برای یه دکتر بازیه. بله دیگه، بله، ما یه دکتر واقعی داریم تو آخوندا، تاها هاشمی که دکتر طبه و رفت آخوند شد و روزنامه هم در آورد که بیچاره بعدم روزنامهش تعطیل شد. باری در مورد این توافقنامه جناب چالنگی اجازه بدید بگویم، آن چه آقای جباری با جناق آقای اصحاب دست یا الهام سابق یا الهام جدید اصحاب دست سابق عنوان کرده کاملا درسته، به این معنا که آنچه در قزاقستان در آلماتی به ایران عرضه شد به مراتب از آنچه به دست آوردن بهتر بود، و باز از این بالاتر در استانبول توافقی که صورت گرفت که آقای جباری میگوید آقای خامنه‌ای و جلیلی مانع
اون شدن که این توافق صورت بگیره باز به مراتب از این یکی بهتر بود. بنابراین اینو در نظر بگیریم که جمهوری ولایت فقیه که خسرت دنیا و الاخره هست، همیشه خسارت که جزو صفاتش، اما این خسارت رو به ملت ایران تحمیل میکنه، کمان که 160 میلیارد دلار پولی که برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای خرج کردن به باد رفت. حالا این توافقنامه چی داره؟ دقیقاً آنچه که کاخ سفید در بیانیه‌اش منتشر کرد. تمام حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه دروغه یا تفسیر غلطه. کاش اینا شهامت داشتن میمدن میگفتن ولی فقیه ما رو به این بیراهه کشون و ما ناچار شدیم با خفت خاری بپذیریم. چه میگوید توافقنامه؟ توافقنامه جمهوری اسلامی 40 میلیارد میخواست در برابر التزاماتش. من در خدمت شما بودیم عرض کردم 5 میلیارد امریکایی‌ها موافقت کردن، حالا 2 میلیارد رفتن بالاتر، یه 400 میلیون دلار هم برای دانشجوها بورسیه ها و پول شهریه شون گذاشت. نکته دومی که جمهوری اسلامی نه تنها از غنی سازی 20% دست کشید، بلکه 3/4 سانترفیوژ های فوردو و نیمی از سانترفیوژ های نتنز متوقف خواهد شد. جمهوری اسلامی اضافه تولید نخواهد کرد، تمام تولید اورانیوم غلی شده زیر نظارت خواهد بود. باز بالاتر از این، تأسیسات عراق که هیچ وقت صحبتشو نمی کردن با تحفظات فرانسه جزو مراکزی شد که هم آقای آمانو دیروز اعلام کرد که قرار است که برن بازرسی کنن و اون تأسیسات هم متوقف خواهد شد، چون اونها این تأسیسات رو برای ساختن سلاح هسته‌ای درست کردن. باز میرسیم به نکته بعدی، 24 ساعت باز بودن مراکز اتمی ایران و هر جا که اینا به سوء زن داشته باشن، به نوعی یعنی بند الحاقی MPT رو پذیرفتن، حالا علنا نگفتن. در مقابل چی به دست آورده؟ وسایل یدکی به بعضی از هواپیماهاش بدن، در مورد کشتی ها و اینا بیمه رو از لیست سیاه درارن، اجازه بدن بیمه بشن، بیمه نفت و کالا. یک لیتر نفت اضافه نمیتونن تولید کنن، بازار نفتیشون تغییری توش نخواهد کرد، سرمایه گذاری تو ایران نخواهد شد. 6 ماه دوران اختبار، دوران بالونی که بالا فرستادن، حسنیت طرفین ثابت بشه. بنابراین ضمن اینکه خوشحالم از اینکه این اتفاق صورت گرفته و از اینکه مردم ایران یه لحظه حتی احساس کردن ممکنه وضعشون بهتر بشه، یه عده‌ای هم تو 3-4 روز با خرید تومان و فروشش پولی به جیب زدن، هیچ کدوم اینا تو حاشیه خلیج فارس و تو ایران با خرید دلار، خرید و فروش دلار. ولی در نهایت این 6 ماه بسیار مهمه. متاسفانه رسانه‌های بین‌المللی و مقداری هم جهان عرب نوعی مبالغه دارن میکنن در روابط پنهان ایران و آمریکا. هر روز روابط پنهانی صورت نگرفته. ببخشید زیاده گویی کردم، وقت آقای دکتر سازگارا رو نگیرم. من به واشنگتن نزدیکی هم اتفاق شما بینندگان به واشنگتن میریم. خوش آمد میگیم به آقای سازگار. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی و دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای سازگار اجازه بدین قبل این صحبت کنیم که صحبت رو شروع بکنیم، چون صحبت های نوری‌زاده من رو یه تکه فیلم قیصر میندازه. در قیصر این تکویی بهمن مفید هست که بسیار جالب هست از نظر تئاتر سینما، خیلی شبیه اون هست دارن تبلیغات جمهوری اسلامی ایران. آیا هست یا نیست من نمیدونم، شما با ما خواهید گفت. میبینیم به اتفاق بینندگان آقای دکتر نوری‌زاده، آقای سازگارا این قسمت رو بهمن مفید در فیلم قیصر ساخته مسعود کیمیایی. آره از ما نظاره که بریم جواخوری، تو نمیری به متخاصه، از ما تو نخش نبودیم. آره نه گاز دنده دم هتل کوبای در من اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آب جو جوش رو تق نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم حالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم حالا به سلامتی جم پاتیل پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا آش خلی نامت ساقی شد، گفت بریم بالا ما هم رفتیم بالا، گفت به سلامتی میتی تو نمیری به متخاصم خلی
علی تو لب شدم این جیب نه اون جیب نه تو جیب ساعتی دامدار اومد بیرون رفتم اومدن دم کسی نیستم بخوابی در پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مرام بغل این نرقه فروشیه اومدم با این یه سر کل میزونه اینجوریه زد بهم افتادم تو جو گفتم هتته گفت افت یکی گوش تو گوشم گفتم نامرده دوشم زد اولیش قایم تر زد دد کلم جیبم که برم و بیام چشم های کنندم از خونه حالا ما همه گفتیم زدیم شما میگی زده آره خوبیت نهره این سره رو دیدیم به بارها شد آیا اون چه که جمهوری اسلامی میگه شبیه اینه که بهمن مفید در قیصر میگه کتکه رو خوردن اما خوبیت نداره گفتیم زدیم شما هم بگیم یا نه واقعیت همونه که در تهران گفته میشه آیا من های چلنگی این ذوق طنز شما رو همیشه تحسین کردم در برنامه‌های تفسیر خبر و نمیتونم تحسین خودم رو پنهان بکنم محبت شما رو بله واقعا شاید حرف همان است که آقای بهمن مفید اینجا زدن ببینید در یک جمله واقعا یک نوع عقب نشینی کامل از اون پروژه بی سرانجام آقای خامنه ای و سپاه که به قول خودشون سیاست بازدارندگی میخواستن که به سلاح هسته‌ای حداقل در یک قدمیش باشن و هر وقت پیش اومد بتونن مثلا ظرف دو ماه موشک کلاهک هسته‌ای و بمب رو در دسته داشته باشن و به این رو بتونن سرهم بکنن و در واقع قدرت سلاح هسته‌ای داشته باشن این توافق نامه به زبانهای مختلف شما وقتی این چهار سفر رو با زمائمش میخونید چون نسخه‌ای که وزارت خارجه ایران ترجمه کرده زمائم رو ترجمه نکرد و منتشر کرد وقتی مطالعه میکنید ببینید از طرق مختلف چه در عراق چه ذخیره اورانیوم 20% چه نصب سنتریفوژ های پیشرفته به طرق مختلف راه ایران رو برای اینکه به سلاح هسته‌ای نزدیک بشه سد کردن در این شش ماه و ابتدای دوره حتی ذخیره اورانیوم 5% ایران هم باید با انتهای دوره مساوی باشه یعنی در این مدت حتی حق نداره ذخیره 5%ش رو افزایش بده ببینید به نظر من از دو منظر میشه نگاه کرد یکی از به اصطلاح منظر برون این قرار داده بیرون از قرار داد که نگاه بکنیم به نظر من جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته 3 قرارداد بزرگ در واقع سه بحران بزرگ جمهوری اسلامی ایجاد کرد در مسیر خودش یکی گروگانگیری بود یکی جنگ بود یکی هم این بحران هسته‌ای جنگ حداقل در قسمت از بعد از فتح خرمشهر تا انتهاش کاملا قابل اجتناب بود و ادامه دادش و هر سه بحران رو اگرچه در انتها تکنسیان هایی مثل آقای ولایتی آقای نبوی و الان هم آقای ظریف رفتن نشستن بالاخره حل کردن ولی در هر سه در واقع عقب نشینی کرد امتیازات زیادی داد و این تکنسیان ها قرارداد شکست رو در واقع امضا کردن سعی کردن که به اصطلاح با حداقل خسارت شکست رو بپذیرن بیان بیرون کار خوبی هم میکنن برای اینکه در هر سه مورد مردم هم که خسارتش رو خوردن و کشور بود که خسارتش رو خورد هرچم زودتر جلوی ضرر رو بگیرید منفعته اما از منظر درون این قرارداد اگر نگاه بکنید به نظر من نسبت به حتی سعدآباد نسبت به دوره که همین آقای روحانی رأس تیم مذاکره کننده بود این قرارداد بسیار عقب‌تره یعنی خب دنیا هم حق داره 10 سال فشار آورده تحریم کرده اعتمادش کمتر شده فشارش رو بیشتر کرده و امتیازاتی رو که حتی در اون پیمان داده بودن معاهده پاریس و بعدم پیمانی که امضا کردن بعد مجلس آقای لاریجانی گفت مروارید دادن آب نبات گرفتن زدن زیرش این حتی از اون بسیار کمتر شما بذارید
بررسی که بکنید، کاری که اون موقع سه قدرت اروپایی قول داده بودن ترجیح به اصطلاح تجاری با ایران بذارن، کمک کنن ایران عضو WTO بشه، غنی سازی رو همون موقع میگفتن 3500 تا سنتریفوژ به شرط که آژانس نظارت کنه شما غنی سازی کنین، جمعا 28 تا کشور تو دنیا این کارو میکنن، کار بیهوده ای هم از برای اینکه اصلا صرفه اقتصادی نداره. الان خود نیروگاه هسته‌ای زیر سواله، چه برسه حالا غنی سازیش. ولی اون موقع هم میگفتن شما زیر نظر آژانس کامل باشید، باشید در حال این قرارداد توقف در برابر توقف، این قرارداد موقت به نظر من حتی نسبت به توافق قبلی کاملا پس رفته و بیش از همه شخص آقای خامنه ای مسئول این ماجراست. میلیاردها مستقیم 170 میلیارد دلار برآوردی که کرده بودن، غیر مستقیم به نظر من بیش از نیم تریلیون دلار به کشور خسارت زده ایشون و آخرش هم هیچی بهشون، پروژه‌ای که از اول هم بیشتر انجام بود پذیرفتن که حالا وایسوننش، الا اینکه به قول شما می‌فرمایید از قول آقای بهمن موفی که حالا به همه بگید ما زدیم، شما هم بفرمایید که زد. آقای نوزدگی در همین زمینه سخنی هست وگرنه این پرسش هستش که میدونیم که پرزیدنت اوباما با ملک عبدالله پادشاه عربستان تماس گرفت، در جزئیات قرار داد اون توافقنامه بین پنج به اضافه و ایران رو. از طرف دیگه آقای بنیامین نتانیاهو در جشن هانوکا که جشن 8 روزه ستایش روشنایی هست صراحتا اعلام کرد که ما با کشورهای عضو پنج به اضافه یک در تماس نزدیک هستیم و تقریبا مشارکت داریم برای رسیدن به توافق نهایی، یعنی یک جور نظاره. مجموعه اینها رو چطور شما تعبیر و تفسیر میکنید؟ یعنی در ارتباط با ایران، یعنی به هر حال آمریکا و پنج به اضافه یک دور از مساله اسرائیل و عربستان آیا امتیاز به ایران میدن حکومت ایران؟ اولا اجازه بدید حالا که شما این تیکه پر خاطره بهمن رو برامون نقل کردید، اولش نبود که میگه من بودم حاجی فر من بودم علی نصرت یا علی فرصت حاجی نصرت، آره با اینا خیلی بودیم، حالا مثل همینجاست پنج به اضافه یک و آره و اینا. یه جاش هم میگه وقتی زد چش وا کردیم جلو مریضخونه روسا بودیم، روسا سانسور شد اون وقت به خاطر حال هر مسئله. اینا هم الان ببینید جلو مریضخونه روسان، یعنی به نوعی بهمن مفید اوضاع اینا رو پیش بینی کرده، تو دامن روسان به هر حال روسا دارن علاجشون میکنن. ببینید اسمی هم میبره که شیخ علی برای ما ریخت که بله به سلامتی متم متم اینجا متو کردم میتی، حالا اینا کیمیایی یادشه، ما بنده و شما هم یادمون اون زمان چه خبر سر این ماجرا. با هر حال غرضم اینه که ببینید آقای چالنگی، نوع مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی از زمانی که سلطان قابوس به ایران رفت، بعد آقای امیر حسین عبداللهیان معاون خاورمیانه و آفریقای وزارت خارجه با آقای برنز در مسقط با هم ملاقات کردند و این ملاقات ها منجر به زمینه سازی برای دیدار نیویورک شد بین آقای ظریف و آقای جان کری، نوع مذاکرات شک برانگیز بوده. یعنی این البته صفت جمهوری اسلامی که همه کاراش گفت مثل آدم نیست، به جای اینکه سریع بیان بشن پشت پرده تو اتاق سلطان قابوس زیر میز نمیدونم نخست وزیر ترکیه اینجوری باید مذاکره کنن. در هر حال این مذاکرات سعودی ها رو مشکوک کرد، سعودی ها که به شدت از آمریکایی ها آزردن به خاطر سیاستشون در رابطه با مصر و معتقدن آمریکا سال 79 از محمد رضا شاه گذشت که متحدش بود و اون رفتار رو باش کرد، بعد اومد در مراحل مختلف مشاهده شد، حتی شک دارن سادات همینجوری کشته نشد، پشت پرده چیزی بود، بعدم با مبارک این کارو کردن و با بن علی، الانم خب عراق و سینی طلا دادن به جمهوری اسلامی، لابد فردا میخوان سر بحرین رو ببرن. اینه که این شک درشون وجود داشت، رفتار آمریکا هم بر این شک اضافه میکرد. چگونه است دولتی که یک کشوری بهش توهین میکنه، یه دیپلماتشو میگیره یا میکشه،
جهان به زمین میاد 52 گروگانش رو 444 روز نگر میدارن، انواع رفتار غیر انسانی رو باش میکنن، سفارتشون رو تو بیروت منفجر میکنن، 67 رو میکشن، مقر تفنگداران دریایی رو منفجر میکنن، 230 تا رو میکشن. همین آقای قاسم سلیمانی با عماد مقنیه تو این کار دست داشتن. نمیدونم در عراق 4000 تاشون 2000 تاشون رو با بمبای کنار جاده ای میکشن. تو افغانستان به گلبدین حکمتیار پول و اسلحه میدن سربازای آمریکایی رو بکشن. چطوره آمریکا به این دولت اینقدر مهربونه؟ من خیلی تو تحلیلام تو این تلویزیون عربی سعی کردم بگم آقا آمریکایی‌ها ایران رو دوست دارن، از بعضی از کشورهای عربی خوششون نمیاد، ایران رو دوست دارن. این دوست داشتن ایران مردم عادی، دولت مردان به همه جا سرایت کرد. بعدم ایرانی‌ها زرنگیایی دارن. همین آقای ظریف میخوندم که در گفتگو با جان کری راجع به برنامه اوپرا وینفری صحبت کرده بود و راجع به تیم بسکتبال و بیسبال آمریکا، و خب آقای جان کری هم خیلی خوشش اومده بود. این وزیر خارجه که این چیزا رو هم میدونه. عروسشون هم ایرانیست دیگه. بله بله، حالا میخوام بگم یعنی یک رفتاری، خب بلدن این کار جزء صفات ایرانیاست، فرقی نمیکنه ذوب شده در ولایت فقیه باشه یا ذوب شده در عشق ایران. اینا همه باعث شد سعودیا نگران بشن، و به طوری که امیر بندر رئیس سازمان اطلاعات سعودی سفرهای اروپایی رو خواست و گفت ما روابطمون رو با امریکا کاهش میدیم، ما دیگه به امریکا اعتماد نداریم. امریکایی‌ها رو نگران کرد. جان کری پرید و رفت و مذاکره کرد و با سعود الفیصل، و بعدم که آقای اوباما تلفنی با پادشاه سعودی صحبت کرد و اطمینان خاطر داد که ما هیچ قدمی به ضرر شما بر نداشتیم. وزیر خارجه امارات هم دیروز رفت ایران، و این به نظر من عبدالله بن زاید سفرش خیلی مهمه، چون درست روز قبلش اجلاس وزرای خارجه شورای همکاری های خلیج فارس به اضافه اردن و مغرب بود، و این شورا پیامی داد که وزیر خارجه امارات برد به تهران که آقا ما خوش آمد میگیم به این پیمان، به این قرارداد، به شرطی که شما ملتزم باشین بهش. و سعودی ها هم در تصریحاتشون، در گفته هاشون اینو تأکید کردن. به نظر من آمریکا مقداری اعتبار و اعتماد رو از دست داده، بهش اعتماد ندارن. شما الان کشورهای عربی برید، در مصر که اصلا امریکا رو گشتن کنار، یعنی هیچ نوع اعتمادی بهش ندارن. سعودی ها، کویتی ها، اماراتی ها، بحرینی ها به شدت ناراحتن از رفتار دولت آمریکا، و بنابراین به نظر من این دولت آمریکا و به نوع دولت جمهوری اسلامی است که با رفتار خودشون این سوء زن رو از بین ببرن. آقای رفسنجانی در مصاحبهش با فایننشال تایمز میگوید من حاضرم برم با سعودیا پادرمیانی کنم، به شرطی که حضرت ولی فقیه، حالا اینو تو پرانتز، زیرش نزنن که آب بنده رو سنگ رو یخ بکنن. اینو عملا داره میگه، و خودشون میدونن روابطشون با سعودیا بسیار مهمه، چون اگر رابطه نزدیکی وجود نداشته باشه، این تنش و بحران در عراق، در سوریه، در لبنان، این به صورت گسترده تری میشه، دو قطبی، شیعه علیه سنی، سنی علیه شیعه. خب بران آقای جواد ظریف که در آمریکا تحصیل کرده و سالها نماینده جمهوری اسلامی بوده در سازمان ملل، این اطلاعات طبیعی داشته باشه. بله. نویزده احتمالا برای حفظ نظام شده، اگر یک مرتبه آقای مصباح یزدی به طور مثال با یک مقام آمریکایی، حتی اندازه های بدن جنیفر لوپز یا آنجلینا جولی و هم زکت، شاید اطلاع داشت از طریق این مجلات زردی که منتشر میشه در آمریکا. آقای چالنگی، آقای چالنگی، من چند روز پیش خبری میخوندم که ایران نمیدونم 1 میلیون بطری شراب پاکتیس به ارمنستان و گرجستان صادر کرده. از اینا بعید نیست، اینا همه کار میکنن قربونه، باب اجتهاد بازه، قال الفلان ان فلان تموم شد. میگه اگر شراب برای ما پول آورد شرابم میسازیم. اگر خاویار مگه نبود؟ رفتن گفتن، امام گفتن با ذره‌بین رفتن فلساشو دیدن، تموم شد. خب یا آقای سازگار واشنگتن چطور هست؟ اولا این صحبت این هستش که ناتانیاهو صحبتاشو اشاره کرد،
در واشنگتن چه مکانیزم نظارتی هست بر اقدامات دولت اوباما در مورد ایران؟ در واشنگتن آقای چالنگی، ماجرا برای آقای اوباما دشوار شده، برای اینکه ایشون اولا به دلیل اشکالی که در اون وعده‌ای که به مردم امریکا راجع به مسئله بیمه همگانی داده بوده و اوباما کر در واقع سایتش پیدا کرد و فشارهایی که به ایشون اومده، در موضع ضعیفی قرار گرفته، ناچار شد مجبور ایشون دوبار از مردم امریکا عذر خواهی بکنه. و این ماجرای هسته‌ای رو مخالفین ایشون حتی آقای اوباما رو با چمبرلن مقایسه کردن، نخست وزیر بریتانیا که به همراه نخست وزیر فرانسه جلوی هیتلر کوتاه اومدن و چکسلواکی رو معامله کردن اون موقع از نقشه اروپا حذف بشه، ولی این جلوی هیتلر رو نگرفت و بعدن به لهستان حمله کرد و جنگ دوم شروع شد. واقعیت این است که به نظر من هم آقای اوباما دست به قماری زده که اینطور روی مهره ایران داره سرمایه گذاری میکنم، چون که آقای نوریزاده توضیح دادند در خاورمیانه ایشون از طرف متحدینشون مثل اسرائیل، عربستان و سایر کشورها، مصر و دیگران مورد انتقاد قرار گرفته، مورد بی‌اعتمادی قرار گرفته، به خصوص بعد از اینکه اون ماجرای سلاح‌های شیمیایی در سوریه رو گفت میزنن و نزد، همون موقع این انتقادات بود. و در داخل امریکا هم سنای امریکا که اون لایحه تند و تیز رو در دستش داره و به دلیل فشار دولت متوقف کرد، دوباره دیروز من دیدم آقای منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا، سناتور دموکرات که همحزب آقای اوباما هست، با تندی گفته بود که کاخ سفید با غلو کردن و تهدید در واقع میخواد ما رو وادار کنه که تحریم جدید نگذاریم. به هر حال بعید به نظر میرسه که این لایحه در دست سنا رو تو این 6 ماه تصویب بکنن، برای اینکه به هر حال در متن قراردادی 4 صفحه‌ای هم آمده که غرب 5+1 کلن تحریم جدیدی در این 6 ماه نمیذاره، همون توقف در برابر توقف. ولی انتقاد از آقای اوباما به نظر من وقتی شدت خواهد گرفت که اگر به خصوص معلوم بشه که جمهوری اسلامی این چیزهایی رو که نوشته الان رعایت نمی کنه. اینو خیلی ها میگن، راستش من هم بعید نمیدونم که با توجه به اون کشمکش هایی که داخل ایران هست و این ناتوانی که آقای خامنه‌ای در اداره امور داره، همه این چیزهایی رو که تو این قرارداد خیلی گیر و پیچ هم داره، خیلی بازرسی های مفصل داره که آقای آمانو گفت بود ما پول اضافه میخوایم همه این کارا رو بکنیم، بعید میدونم که اینا سر زمان برسه و احتمالا موضوع کشداری خواهد شد. یک جمله من عرض بکنم، عرضم تمام کنم، انگلیس ها هم، حالا دکتر نوریزاده بهتر میتونن توضیح بدن، ولی انگلیس ها اصلا از یه زاویه دیگه ماجرا رو آوردن مطرح کردن، میگن که یه خورده باید به ایران پول رسوند برای اینکه فیل استیت میشه، ایران یه جایی ایستاده که ممکنه فروپاشی اقتصادی بشه و ما در منطقه نمیتونیم یک دولت فروپاشیده دیگه داشته باشیم روی همه فیل استیت هایی که در منطقه هست. من میدونم انگلیس ها چون گاهی خیلی پیچیده بازی میکنن، نمیدونم مبنای این حرف چیه، ولی انگلیس ها در این ماجرا در واقع یکی از آرومترین و نرمترین مواضع رو داشتن. انگلیس ها کجا ایستادن آقای نوریزاده در این ماجرا؟ اگر مصاحبه آقای روحانی رو دیده باشید در تلویزیون صدا و سیما ولی فقیه، در اونجا ایشون جایی اشاره میکنه به گفتگوش با آقای کامرون نخست وزیر بریتانیا. مصاحبه گر با زرنگی میپرسه این اقدام از جانب شما بود یا آنها، آقای روحانی مثل هر آخوند منبری زبل
میگوید بله البته مقدماتی بود و ما اظهار علاقه کرده بودیم و اونها تماس گرفتن، چون این نبود. آقای روحانی در آستانه دور دوم مذاکرات ژنو گفتگوهای تلفنی انجام داد با همه بجز رئیس جمهوری آمریکا، و اون مذاکرات در حد تماس آقای ظریف با آقای جان کری باقی موند، ولی ایشون با بقیه صحبت کرد، از جمله یک مکالمه بسیار طولانی با آقای کامرون. همونطور که دکتر سازگارا به خوبی اشاره کرد، دولت بریتانیا نگران به قول خودشون توتال فیلیر، یعنی دولت شکست خورده بشه، دولت فیلد، حکومتی که در عرصه اقتصادی به افلاس کشیده شده در حالی که تمام امکانات مالی میخوام تا حالا معروف بوده درست یا نادرست که انگلیس ها در جهت شکست دادن یا به فروپاشیدن حکومت ها حرکت میکنند. چرا فروپاشی حکومت ایران باعث ناراحتی و نگرانی خب انگلیس؟ ببینید، دو منطقه بحرانی در اونجا داریم، عراق و افغانستان. بحرانی که در ایران به در واقع فیلد استیت منجر بشه، دولت از همه سو از هم پاشیده، خیلی نگران کننده است. متحدان بریتانیا در حاشیه خلیج فارس هستند. بریتانیا هنوز در عراق حضور مهم داره و در افغانستان همینطور. منظورم اینه اینا نمیخوان یک قدرت منطقه‌ای مثل ایران فرو بپاشد و معتقدن که باید کمک کرد، باید درهای مال رو باز گذاشت، منتها نظارت کرد که بره توی صنایع نفت خرج بشه، نه اینکه بره به حزب الله داده بشه برن مردم سوریه رو بکشن. کمک و نظارت و نه حمایت. نه نه، نظارت. نظارت یعنی الان قرار یه کنفرانسی صورت بگیره بین در واقع مسئولین اقتصادی بریتانیا، بانک مرکزی و بانک مرکزی ایران و همینطور وزارت اقتصاد. مسائل پشت پرده در زمینه سرمایه گذاری هست، مسئله مستقر شدن کاردار غیر مقیم هست، قدمی در راه از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک، و تهران خیلی مشتاق نسبت به این مسئله، بخصوص آقای روحانی که خیلی با بریتانیا علاقمندن و یه وقتی میگفتن ایشون میخواسته که بیاد به عنوان نماینده ولی فقیه در بریتانیا بمونه که هفته یه بارم بتونه اسکاتلند سر بزنه، بره نزد استاد سرپرستش آقای پروفسور امین امتحان پس بده. در هر حال منظورم اینه که انگلیس خیلی اهمیت داره. روایت شاه رو خب گذشت که ریش هر ملا رو بکشی بالا زیرش نوشته Made in Britain، ولی این روایت یا این شایعه به این سببه که انگلیس ها بهتر منطقه رو میشناسن، تشیع رو بهتر میشناسن، ابواب اجتهاد رو مدت هاست گشودن و دیدن چه خبره. در بصره که بودن دیدیم دانشگاه ساختن، حمام ساختن، غسال خونه، فرودگاه و حوزه علمیه. این خیلی مهمه، انگلیس ها این کارا رو بلدن، خوب در تعامل با ایران هم به نظر من خیلی خوب عمل کردن، همونطور که فرانسه به نظر من، آقای فابیوس، دخالت فرانسه بسیار مثبت بود و مسئله عراق رو به میان آورد، هم اطمینان خاطر به اسرائیلیا داد، هم به سعودیا داد، هم به دیگر متحدانشون. در این حال آقای فابیوس هم گزارش مذاکرات ژنو رو به طور دقیق به دوستان عربشون داده بودن. خب آقای سازگارا، سیاست واشنگتن های همسویی داره با سیاست انگلیس؟ امریکایی‌ها به هر حال بعد از جنگ بین الملل اول، از زمان جنگ بین الملل اول، نزدیکترین متحد انگلیس ها در تمام صحنه های بین المللی بودن. امریکا با 6 کشور پیمان امنیتی داره، یعنی با بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، که هر 4 تا در واقع اینا مشترک المنافع انگلیس هستن، عکس ملکه روی پولشون هست، و اضافه بر اینها با هلند و نروژ. بنابراین امریکایی ها نزدیکترین متحدشون در دنیا بریتانیاست، و اتفاقا مثل یک پدر پیر تحصیل کرده، معمولا حرف انگلیس ها در واشنگتن خیلی با احترام تلقی میشه و خیلی مهم تلقی میشه. سیاست خاورمیانه‌ای رو چطور ارزیابی میکنید در ارتباط با انگلیس ها و آمریکایی ها؟
بذارید من که در عراق میگذره، در مصر میگذره، در ارتباط با ایران میگذره، آیا همه این سیاست انگلیس رو که اشاره کردن میتونیم ما ترجمه کنیم به حمایت از حکومت ایران؟ در مرحله فعلی به هر حال من نمیدونم مبنای این حرف انگلیس ها چیست. البته به لحاظ اقتصادی از اقتصاددانای خودمون شنیدم که اقتصاددانای خودمون هم بسیار نگرانند به این که ارقام اقتصادی ایران به جایی رسیده که به اصطلاح کلپس اقتصادی، اون فروریختن اقتصادی ممکن است اتفاق بیفته، حالتی که فرض کنید در زیمبابوه شد. برای اینکه ایران به لحاظ ارقام کلان اقتصادیش واقعا در وضعیت بدی است. احتمالاً انگلیس ها خیلی خوب این چیزها رو مطالعه کردن، بنابراین ممکن است همونجوری که دکتر نوری‌زاده توضیح دادن، انگلیس ها نمیخوان که در ایران یک کانون ناامنی و به هم ریختگی و آشفتگی، چون این کلاپس های اقتصادی بعدش تا چندین سال کشور گرفتار بحران های نه فقط اقتصادی بلکه اجتماعی و امنیت و غیره هم میشه، شاید به این دلیله. اما یک نکته هم عرض کنم، در تمام سالیان 30 و چند ساله‌ای که امریکا با ایران قطع رابطه بوده، سفارت بریتانیا در تهران دیپلمات‌هاش از نزدیک حوادث رو می‌خواستن نگاه کنن و جلسات منظم در واشنگتن داشتن با وزارت خارجه امریکا و مثل چشم امریکایی‌ها عمل کردن. الان هم یکی از دلایلی که انگلیس‌ها اصرار دارند که سفارت چون باز بشه هرچه زودتر، ضمن اینکه ایران هم دلش میخواد این کار بشه، این است که میخوان که حوادثی که در ایران پیش بینی میکنن اتفاق میفته باشند از نزدیک، و ضمن در جلسات ادواری و منظمی که به امریکایی‌ها دارن مثل دیپلمات‌های امریکایی هم عمل میکنن، امریکایی‌ها هم گزارش میکنن. پی میگیریم تفسیر خبر را از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر. لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگارا با من و شما هستن در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. اما آقای نوری‌زاده، 100 روز کارنامه 100 روزی دولت آقای روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا همین کافی است که گفته بشه همه ویرانی ها، خرابی ها ناشی از دولت 8 ساله احمدی نژاد بوده، دولتی که بسیار مورد حمایت رهبری بوده تا جایی که به خاطر حفظ و حمایت و سرپا نگه داشتن این دولت و آوردن آقای احمدی نژاد در دور دوم، صدها نفر رو حتی به دستور مسئولان در رأسش آقای خامنه‌ای کشتن؟ بله، اینم اجازه بدید فقط امروز اون طنز ظریف شما آغازگر برنامه شد و یه لطفی به این برنامه داد تو این دوران عبوس بودن و غمگین بودن. اینم فقط اضافه کنم، اشتیاق جمهوری اسلامی برای برقراری روابط با انگلیس خب چشم پایه و ریشه از این داره که اینا واقعا آب تیمز رو مقدس میدونن مثل آب زمزم، و هر بار میبینیم انگشت پاشون درد میگیره، شاغولوس میگیرن، هرچی میگیرن، بیمارستان‌های لندن همینجور چپ و راست آقایون. در این حال لابد یکی از این بزرگان مراجع عظام، شکر فروشان، در واقع لاستیک فروشان و غیره، وعده داده به دامادش که میکنم سفیر تو انگلیس. حالا بالاخره این اشتیاق هست. اما جناب شالنگی 100 روز آقای روحانی اومدن گزارشی دادن به مردم. تو همه تعلیقا و تفسیرهایی که من میدیدم، از همه بهتر مال دکتر صادق زیباکلام بود. زیباکلام آدم اصلاح طلب آشکار و سریع و خیلی صادقه، هیچ وقت نگفته که
دشمن رژیمه یا خواسته، نه، ولی همیشه حرفاشو زده. یه روز رضاشاه رو تجلیل کرده، اومده و گفته این مرد اگه نبود من و تو اینجا نشسته بودیم با این قیافه، و آدم بسیار صریحه. ایشون حرفای آقای خاتمی رو خیلی، آقای روحانی رو خیلی چیپ و بیمایه و توخالی و شعاری گفته هست. گفته ایشون خواسته برای خودش یه محبوبیت با متهم کردن دولت قبلی. اینن این درسته به نظر من، برای اینکه دولت قبلی کاری نکرد جز اطاعت اوامر مقام معظم رهبری. خب یه مقدارم احمدی نژاد شلوغ بازی در آورد، ولی حالا که جباری میگه در مسئله اتمی چه دستاوردی میتونستن داشته باشن، آدم میفهمی که خب مقام معظم گرفتاری داره، فقط رفسنجانی و خاتمی و نمیدونم احمدی نژاد و اینا نیستن. فردا برای روحانی هم اینو میگن. و به طور کلی در دولت جمهوری اسلامی از اون ابتدا یک رسم و عادت وجود داره، هر کی میره کنار کافر میشه، نوکر اجنبی میشه. شما نگاه کنید با مرحوم بازرگان چه کردن وقتی رفت کنار. آقای بنی صدر اومد، هر عیب و ایرادی برای بنی صدر میگیریم، در اداره جنگ آدم موفقی بود، تونست ارتشی رو که نمیخواستن به پاشونه نگر داره، 120 نفر خلبان رو از مرگ نجات داد در ماجرای نوژه. به محض که این آدم رفت کنار، این آدمی که آقای خمینی به تخم چشمش اعتماد داشت بده شد، نوکر آمریکا شد، رفتن الکی سند جعل کردن که بگن این با آمریکا مرتبط بود. مرحوم آقای منتظری رو چه ها براش گفتن، بعد باهاش چه ها کردن. آقای رجایی عمرش طولانی نبود تا ببینه. آقای خامنه ای هم که در پرتو اقتدار و قدرت دولت آقای موسوی بود. میرسیم با آقای رفسنجانی و اصلا یار امام خوش آمد، چه کرد این امیر کبیر ایران. حالا ببین راجبش چی میگن، شخصیت حقیر، فوش میدن، ناسزا میگن. و آقای کوسری فرمانده سابق سارالله میگه من رفتم بهش گفتم دخترتو تیکه تیکه میکردن مردم اگه سپاه نرسیده بود. این یکی از ارکان انقلاب باش اینجوری هم میزن. خاتمی آمد، 8 سال دوران خاتمی، مردم یه نفسی کشتن، عیبایی داشت، ایرادایی داشت، خیلی حسنا هم داشت، ولی به هر حال دورانی بود که سیاه‌تر از دوران قبلی نبود. حالا خاتمی طولانی گفت، ببین اینا رو دارم میگم، سرشکن کردن، بله بله، سر دولت پیشین شکستن، واقعا نه دارم میگم این رسم جمهوری اسلامی که حاکم معزول همیشه خائن. آقای خامنه‌ای تا دیروز قربون صدقه احمدی نژاد میرفت که این اصلا تخم چشم منه. آقای روحانی چیزی به مردم نداد، اومد گفت ما پول قرض کردیم، حقوق کارمندا رو دادیم. خیلی کار بدی کردید، این مملکتی که پول قرض میکنه حقوق کارمند میدی. اومد گفت خزانه خالیه، اومد گفت وعده هایی که دولتی پیشین داده عملی نشد. شما چه کار میخواین بکنید؟ 4 کلمه هم حرف زد در زمین فرهنگی و آزادی قلم و غیره که آقای علم‌الهدی گریبانش گرفت که تو میخوای اباحه‌گری رو در مملکت رواج بدی. نه، من بسیار متاسف شدم از گزارش آقای روحانی. ایشون تو 100 روز عملا کاری انجام نده جز همین امضای ژنو، که اینو البته باید به حساب دستاوردهای حکومت ایشون بذاره. بله آقای سازگار، اما آیا این 100 روز دریچه امیدی باز میکنه به اینکه آقای روحانی، حجت الاسلام روحانی، بالاخره کاری بکنه این اقتصاد ویران و وضعیتی که بینندگان ما به مراتب بهتر می‌دونن سامان بده، یا نه همین موش نمونه خروار است و خروار هم که دولت آقای روحانی؟ من دو تا نکته را عرض بکنم. یکی مطلب ژنو که دکتر نوری‌زاده فرمودن، یه موضوعی رو باید اضافه کنیم به بحث قبلمون، این که آقای خامنه‌ای سعی کرده تن خودش رو کنار بکشه. حتی در پاسخ آقای روحانی هم گفت آنچنان که مرحوم فرموده اید اگر اینطور باشد خوب است انشاءالله، برای اینکه بگه من نیستم که دارم شکست رو میپذیرم، بندازه گردن دولت، در حالی که چه خوب خبرگزاری از شیطت پرس افشا کرد. بعد هم دیگه مقامات دیگه کشور هم حتی آقای ناطق نوری، آقای صالحی و غیره نشون دادند که اتفاقا آقای خامنه‌ای از قبل از اینکه دولت روحانی سر کار بیاد در جریان بوده و
رضایت داده بوده که با امریکایی‌ها صحبت کنند و شکست رو پذیرفته بوده، شخص ایشون مسئوله. اما راجع به گزارش آقای روحانی، ببینید یه ضرب المثلی در صنعت هست بهش میگن سکارت، میگن سکارت مدیریت، میگن مدیری رفت سر یک شرکتی، وضع مدیر عامل قبلی وقتی تحویلش داد گفت هر وقت کارت گیر کرد توی این کشو سه تا کارت تو به ترتیب بردار و دستور عمل ها رو بخون. اون مدیر جدید یه مقداری کار کرد، دید برا سهام داره میفته پایین تو بازار، کارت اول رو برداشت، دید نوشته که فحش بده به مدیر قبلی، بگو هر چی خرابه تقصیر اون بوده. این کارو کرد و اینا، با سهام رفت بالا. چند ماه بعد دوباره خراب شد، کارت دوم برداشت، دید نوشته که وعده بده، وعید بده، بگو گلستونش میکنم، درستش میکنم. دوباره بهتر شد، بعد که بار سوم کارت سوم برداشت، دید نوشته که سه تا کارت مثل این بنویس، بذار تحویل مدیر بعدی بده و برو. آقای روحانی در واقع کارت اول رو بازی کرده. البته من شاید اینجا با آقای دکتر نوری‌زاده اختلاف داشته باشم تا حدی. شما همیشه میگید شاید اختلاف داشته باشم، صحبت که میکنی کاملا موافقی. نه نه، اختلافم از این جهتی که من موافقم آقای روحانی باید به مردم گزارش میداد حتی زودتر از صد روز. احتیاج نداشتید صد روزه که در امریکا مد و میگن رئیس جمهور صد روز اولش رو باید نگاه کنیم و مهمه بذاره بگذره، میتونست اینو ده روز بعد از تصدی پست ریاست جمهوری به مردم گزارش بده. ولی باید به مردم گزارش میداد که چی رو تحویل گرفته. دولت آقای خامنه ای، یعنی دولت احمدی نژاد و سپاه که این بلا رو سر کشور آوردن، این ارقامش باید جلوی چشم مردم قرار میگیره. خیلی هم اصولگراها فشار آوردن، تلویزیون فشار آورد، فوش دادن، سیاه نمایی گفتن کرده، هنوز هم ادامه میدن که تو اصلا چرا میگی اوضاع خرابه. ولی واقعا آقای چالنگی اضافه بر حرفایی که آقای روحانی زده، میشه گفت ارقام کشور، کشوری که نقدینگیش 1.5 برابر تولید ناخالص ملی شده، این همون چیزاییست که اقتصاددانا میگن ممکنه یک شب یک مرتبه قیمت ها ضرب در 2 بشه، حتی ضرب در 4 بشه، یعنی فرو بپاشه اصلا. کشوری که در منزوی ترین حالت جهانی قرار داره، کشوری که تولید صنعتیش خابیده، کشاورزیش خابیده، ذخایرش عیب کرده، بانک ها ورشکست شدن، هر جا پول بوده تو کشور، صندوق بازنشستگی کارگرها، صندوق بازنشستگی کارمندا، وزارت نیرو، احمد نژاد دست کرده توش، پولا رو برداشته، تعهدات سنگینی برای دولت ایجاد کرده که دولت اصلا پول نداره. به قول آقای سازگار درسته، ولی مثلا همین صحبتایی که الان آقای روحانی اطرافیانش میکنه، همین رو قبلا کسانی که میگفتن در زمان خود آقای احمد نژاد به زندان میرفتن، یعنی هشدار دادن مردم، گفتن بودن متخصصین اصلا آقای چالنگی به زندان میرفتن. همین الان یه ده بچه‌ای که زندانن، شما تو جرمشون بخونید که این قاضیای وزارت اطلاعاتی و اطلاعات سپاهی، این ستا چوبه که همه این حکم رو دادن، بخونین برای اینا نوشتن. یکیش همین است که مثلا توهین رئیس جمهور کردین چون ازش انتقاد کردین. دقیقاً الان بچه‌هایی که زندانن خیلی‌هاشون همین حرفا رو زدن رفتن زندان، و همه آدمای عاقل اون کشور، دلسوز اون کشور، 50 تا اقتصاددان نوشتن، همه اومدن میگفتن در داخل در خارج که آقا این سیاستی که شما بهره رو اینطوری بیاری پایین، مصنوعی باعث میشه بانک ورشکست شه، فساد رایج میشه. الان تا من به مطالبی که آقای روحانی گفت میتونم مسئله فساد گسترده ای که تا خرخره کشور رو گرفته اضافه بکنم. 95 میلیارد دلار ارزش فقط یکی از سازمان‌های زیر نظر رهبری است که با استفاده از رانت قدرت رهبر بسیاری از سازمان‌های کشور رو تصاحب کرده به اضافه املاک مردم. همین کار رو سپاه کرده. سپاه 47 میلیارد دلار در پروژه‌های پارس جنوبی پیش پرداخت و هزینه و غیره گرفته، یک دونه از این فازها رو راه ننداختن. میلیاردها میلیارد اموال شرکت به نظر من از این، حالا آقای روحانی یه بار بعد این کار رو میکرد میتونه زودترم بکنه، باید الان کارت دوم رو ایشون بازی کنه. ایشون باید یعنی وعده خشک و خالی هم نده، حالا باید بگه به قول آنوریزاده ایشون چی کار میخواد بکنه. این وعده ها رو که دادن آقای احساسگار قبل از انتخابات، در جریان انتخابات وعده دادن،
ولی کارت دومشون هم اول بازی کرد. نه آخه وعده اون وعده های انتخاباتی کلیات آقای چالنگی الان جزئیات نیاز داره. الان آقای روحانی به نظر من یک اشتباه استراتژیک بزرگ داره میکنه. ایشون اومده سه مرحله کار خودش رو از هم تفکیک کرده، میگه یک، من داستان تحریم رو حل میکنم و انزوای ایران رو، دو، میام مشکل اقتصاد هم کنم، سه، میرم سراغ مسائل سیاسی و حقوق بشری و غیره. در حالی که این موضوعات همگی به هم ربط داره و باید ایشون با هم بتونه حرکت کنه. یعنی اون آدمای چند منظورهی که تو این نظام هستن که صبح مدیرعامل شرکتن با رانتش دارن میلیاردها پول میسازن، بعد از ظهر میرن مردم رو تو خیابون کتک میزنن، عصر میرن زندان اوین بازجویی میکنن، دم صبح هم تیر خلاص میزنن و ضمناً مقالم توی روزنامه مینویسن، این آدما همونایی هن که نمیگذارن کشور اصلاح بشه. همینا اکثریت مجلس رو هم دارن. آقای روحانی اگر بخواهد کشور درست بکنه، چاره ای نداره از این که در عرصه سیاسی بتواند نیروی مردم رو بیاره، این فاسدین رو عقب برونه، در رأسش خود آقای خامنه ای رو عقب برونه، بتواند اصلاح اقتصادی بکنه، وگرنه در حضور این بالا هیچ اصلاح اقتصادی نمیشه. آقای نوری‌زاده عزیز، موقعی که آقای مرسی، محمد مرسی رئیس جمهور شد و اون میونه کارش بود و کشور مصر داشت به سمتی میرفت که اخوان میخواست، یک هنرمند سما المصری، خانم سما المصری که بسیار تند علیه اخوان از روز اول صحبت، یک حرفی زد، گفت آقا این کشور قد و قوارش خیلی بزرگتر از آقای محمد مرسی، یعنی مصر رو میگه. آیا قد و قواره ایران، مسائل و مشکلاتی که بیشترش ناشی از خود همین حکومت هست، بیشتر از بلندتر و بیشتر از قد و قواره این دولت و مجموعه نظام نیست؟ ببینید آقای چالنگی، اجازه بدید یک چند خط نقل بکنم از یادداشت‌های مهذب الدوله کاظمی، وزیر خارجه زنده یاد دکتر محمد مصدق. ایشون در جوانی هنوز 30 سالش نشده به آمریکا اعزام میشه، اول به عنوان دبیر، بعدم که میشه وزیر مختار و سرپرست سفارت. وقتی باز میگرده به ایران، سلطنت احمدشاه برکرار رو رفته بود و رضا شاه پادشاه شده بوده، به اتفاق مصطفی الممالک نخست وزیر میره دیدن شاه. رضا شاه یه نگاهی بهش میکنه، میگه عجب، گزارش های تو رو که میخوندم فکر میکردم یه مرد عاقل، مرد مسنی هست اینا. مصطفی الممالک میگه قربان، اینها کسانی هستن که تو مدرسه سیاسی تربیت کردیم، رفتن برای اینکه کشور رو اداره کنن. رضا شاه خیلی خوشحال میشه، تشویق میکنه مرحوم باقر کاظمی رو. وقتی نگاه به تاریخمون میکنیم، ما در مورد دولت مردان و مسئولانی که داشتیم هر روز نزدیکتر میشیم به تخصص، به آدم هایی که قابلیت داشتن مناصب رو داشتن. متاسفانه بعد از انقلاب ما درست رو به سقوط مطلق هستیم. وقتی آدم نداریم، معلوم اینا لیاقت اداره ایران رو ندارن. کشوری که در خارج فرزندانش در عرصه های علمی، دانش، هنر، فرهنگ بالاترین مکانها رو دارن، اداره مملکتش نباید دست یه عده رو آخوندی باشه که تا قبل از انقلاب بالای منبر صبح تا شب داشتن امام حسین رو میکشتن و کربلا خونی میکردن. کشورمون رو دادیم دست اینا و طبیعی است اینها آدمهای پستر از خودشون رو میارن به کار میگمارن. شاگرد سوهان فروش میاد میشه وزیر، لاستیک دو چرخه روفوکن نمیدونم پنچرگیر میاد میشه سفیر، میاد میشه وزیر. سطح کار حرف بوزر جمعه بزرگ مره حکیم به انوشیروان، این شهر رو که میبینی ویران شد چون کار بزرگو به بیخردان و خردان دادن و کارهای کوچک رو به بزرگان. نگاه کنیم به کشورمون چه مردان بزرگی خانه نشینن یا کارهای حاشیه‌ای میکنن. نصرت کریمی 30 سال در خانه مینشوننش که حق حرف زدن نداری،
گل کاکتوس میکاره و میفروشه. این سرنوشت مردم. بله، حرف هنرمند مصری رو دقیقا تصدیق میکنم. چه تلخ سرنوشت کشوری که هزاران فرزند شایسته دختر و پسر داره برای اداره کشور و روزخانهایی مثل همین آدمایی که داره میبینمشون. باید در کشور ما آقای مصطفی پور محمدی در جایگاه مرحوم هدایتی و امثال مثل اونا در وزارت دادگستری نشسته باشه. داور و امثال من داور که خب اون بزرگ مرد و دوران رضا شاه، همین معاصرین رو دارم میگم، دکتر نجفی، دو کسایی که ما داشت. بله خب آقای سازگار، کمتر دو دقیقه وقت داریم. صحبت او شهروند کرد ایرانی در آستانه اعدام، سه شهروند ایرانی عرب تبار در آستانه اعدام و اعدام ها همچنان رو به افزایش، 10 نفر در هفته گذشته در کرج اعدام شد. آقای حجت الاسلام حسن روحانی وعده هایی داده بود در این زمینه. عدالت کجاست؟ الان 6 نفر از زندانیان اهل سنت هم دست به اعتصاب قضا زدن، 25 روز همشون محکوم به اعدام هستن. در زندان قزلحصار هم سالن 2 1800 زندانی عادی دست به اعتصاب قضا زدن، من اینکه 11 نفر رو بردن اعدام کردن. و عدد عجیبی من دیدم در خبرها جالنگی که در همین یک زندان سالن‌های مختلفش 2000 نفر محکوم به اعدام هستند. یعنی این ماشین اعدام که جمهوری اسلامی رتبه 1 رو در دنیا به لحاظ سرانه جمعیت داره و مطلق هم بگیرید بعد از چین دومه در دنیا، بعضی میگن شاید حتی از چین جلو زده باشه. و من نمیدونم این تشنگی خون در جمهوری اسلامی کی میخواد تموم بشه. یک کمپین خیلی خوبی رو تعدادی از هنرمندان و سرشناسان کشور مثل خانم سیمین بهبهانی و دیگران راه انداختند و از همه ایرانی ها دعوت کردند که بپیوندند برای مقابله با مجازات اعدام. به هر صورت آقای نوبخت سخنگوی دولت، ایشون دیروز گفتند که بگذارید که دولت در آرامش و بی صدا موضوع رو دنبال کنه. وعده که راجع به رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و زندانی های سیاسی داده ما در دستور کارمون هست، ولی ترجیح میدیم بی صدا انجام بدیم. من امیدوارم ایشون درست بگه و راستش رو بگه. میشه امیدوار بود آقای نوری‌زاده؟ من خیلی حقوق بشر در ایران کمتر از 1 دقیقه. بله، من در مورد حقوق بشر خیلی امیدوار نیستم، برای اینکه وقتی هم آقای روحانی نمیتونه رفع حصر بکنه از آقای موسوی و کروبی بعد از 4 سال، انتظار داریم جلوی اعداما رو بگیره؟ نمیدونم، من امیدوار نیستم، برعکس من نگرانم. جمهوری اسلامی هر وقت غربیا بهش میخندن در درون سرکوبش بیشتر میشه، کشتاراش بیشتر میشه، شکنجه و دستگیریهاش بیشتر میشه. با امید روزی که ایرانی از زندگی شایسته‌ای برخوردار باشه، با امید روزی که منابع ملی ایران، منابع طبیعی ایران در توزیع عادلانه زمینه ساز زندگی بهتر برای نسل کنونی و نسل‌های آینده ایرانی باشه و برخوردار از تمامی حقوق شهروندی و انسانی. سپاسگزار هستیم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا در واشنگتن. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سهند و سبلان و اورامانات، آسماری و کوهساران دراگ و تا بشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان بایدان.